برای بررسی تقاضای پناهجویی مهم است تا سن پناهجو فهمیده شود. سن بخش از هویت را تشکیل می دهد. فردی که کمتر از 18 سال عمر دارد نظر به قانون در سویدن کودک نابالغ شمرده شده و دارای حقوق خاصی می باشد و طور مثال حق داشتن خدمات صحی و درمانی. در سویدن ارزیابی طبی سن به این معنا می باشد که ما با کمک شواهای طبی تلاش می کنیم تا مشخص سازیم که آیا یک شخص کمتر از 18 سال عمر دارد و یا بیشتر از آن. ارزیابی طبی سن نمی تواند به طور دقیق مشخص بسازد که یک شخص چند سال است. همه کودکان پناهجو حق دارند به مکتب بروند. ما در سویدن ارزیابی طبی سن را با واسطه گرفتن یک عکس از مفصل زانو توسط کمره مغناطیسی انجام می دهیم. ما همچنان یک عکس اکسری از عقل دندان ها می گیریم. زانوها و عقل دندان ها به این دلیل مورد معاینه قرار می گیرند که رشد در آنجا به شکل تدریجی صورت گرفته و زمان آنها به صورت کامل رشد و نمو می کنند که شخص به سن بلوغ رسیده باشد. سپری نمودن ارزیابی طبی سن داوطلبانه می باشد. بنابراین شخص پناهجو و نماینده و یا وکیل او باید با گذاشتن امضایشان در فرم موافقتشان را به شکل تحریری بیان نمایند. اداره طبی عدلی هم برای شخصی که قرار است این معاینات را انجام بدهد و هم برای وکیل یا نماینده او معلومات می فرستد. در معلومات فرستاده شده توضیح داده می شود که چگونه باید وقت گرفته شود. هویت شخصی که قرار است معاینات را انجام بدهد و همچنان هویت نماینده یا وکیل او نیز کنترل می شود. زمانی که عکس‌ها گرفته شد و مورد غور و بررسی قرار گرفت به اداره طبی عدلی فرستاده می شود تا آنها قضاوت نمایند که آیا شخص پناهجو بیشتر از 18 سال عمر دارد و یا کمتر از آن. بعداً جواب به اداره امور مهاجرت فرستاده می شود. اگر قرار است شما ارزیابی طبی برای تعیین سن را سپری کنید، در آن صورت لطفاً به نکات زیل توجه نمایید. بیاد داشته باشید که برای اجرای معاینات لازم است تا شما پرسش نامه را خانه‌پوری کنید. وقتی شما از اداره طبی عدلی ورق رهنمایی را به دست آوردید، به زودترین فرصت برای اجرای معاینات وقت بگیرید. ورق رهنمایی را همراه با کارت اعلامیه‌تان برای اجرای معاینات همراه خود داشته باشید. نماینده یا وکیلتان نیز باید اسناد هویت خود را همراه خود داشته باشد.